سه جور امکان داره مسئولان یک مملکت از دشمندار بودن اون مملکت سوء استفاده کنه. یکی این که ما اول به مردم خودمون حالی کنیم که ای مردم شما دشمن دارید. خب بسیار خوب، امر درستی هم هست، ما دشمن داریم. ولی بعد چه استفاده ازش بکنیم؟ استفادهش این باشه که تا یک کسی مخالفت با من میکنه میگم تو با دشمن ارتباط داری. یا ولی سوء استفاده ای که از این امر میشود اینه که بعد از این که اثبات کردیم که ما دشمن داریم، بعد تا یک کسی میگه آقای ملکیان تو حرفت غلط بود، میگم نکنه با دشمن مرتبطی؟ کی تا حال تو با دشمن ساخت و پاخت کرده ای؟ خبر داری که کیا میان پیش تو و میرن؟ توجه میکنی؟ یعنی دشمنی رو که واقعا داریم صرف کوبیدن دوست مخالفمون بکنیم. دوست من است ولی مخالف منه. وقت اون دشمن بزرگ رو من بیام برای کوبیدن این دوست مخالف ازش سوء استفاده بکنم و انتصاب بدم، هر کرا با من مخالف است انتصاب بدم به دشمن فرضی، با اینکه این بیچاره فقط مخالف من، نه با هیچ ابرقدرتی سر و سر داره، نه به عمرش پا از مرزهای ایران بیرون گذاشته، نه به عمرش یه تلفن کرده. یکی از دوستان من میگفت، از به من میگفت، میگفت فلانی به خدا قسم من به عمرم تلفن خارج از کشور تا حالا نکردم. اولا که من تا دو سه ماه پیش اصلا تلفن نداشتم، حالا که تلفن دارم ما اصلا خیش و قوم نداریم خارج از کشور، ما کجا به خارج از کشور. خب حالا یه همچی آدمی رو میشه گفت آقا حواست باشه ها، ببین با کی ارتباط داری. نه آقا، دشمن رو بشناسیم برای این که سراغ دشمن بریم، نه دشمن رو بشناسیم برای این که وسیلش کنیم برای کوبیدن دوستان مخالف خودمون. این یک نکته است. سوء استفاده دومی که از دشمن میشود کرد اینه که هر چه کمکاری و ندانمکاری و سوء مدیریت خودمون داریم به پای اونا بذاریم، بگیم میدونید چرا نتونسته ایم اقتصاد رو اداره کنیم؟ برای اینکه دشمنا نمیگذارن. توجه میکنید؟ میدونید چرا نتونسته ایم مردم رو راضی نگه داریم؟ چون دشمنا نمیگذارن. میدونید چرا نتونسته ایم جوانان خودمون رو با فرهنگ غنی معنوی آشنا کنیم؟ چون دشمنا نمیگذارن. عزیز من، دشمن کارش دشمنی کردن است، اما تو هم کارت کار باید باشه. تو نمیتونی هرچه تنبلی، هرچه بی عرضه‌ای، هرچه سوء مدیریت داری، هرچه نمیتونی کار از پیش ببری، نمیتونی به پای دشمنان بگذاری. دشمنان دشمنن، ولی تو باید کار خودت انجام بدی. ما نمیتونیم بپذیریم به عنوان یک سلسله انسان‌های آزاده و فکور، نمیتونیم بپذیریم که هر نقصی در مملکت هست از امریکاست، فساد اداری هم از امریکاست. امریکا اومد است به کارمندان نظام ما میگه رشوه بگیری، امریکا اومده دست تو جیب من و شما میکنه و ما رو جیبمون رو خالی میکنه، خودمون داریم جیب یکدیگر رو خالی میکنیم. کلاه برداری ها تو بازار ما کار امریکاست، کار خود ماست. کلاهبرداری و کمکاری و گرونفروشی و کمفروشی و احتکار و رشوه‌خواری و اختلاس و بدکاری و نظم در زندگی نداشتن و حقوق دیگران رو رعایت نکردن و بچه‌های خودمون رو تربیت نکردن، همه اینا مال آمریکاست. آمریکا کی به من گفته بچه تو اداره نکن؟ من دارم بچه خودم و خودم بی‌عرضگی میکنم. ما ندانم کاری ها و سوء مدیریت ها رو نمیتونیم به پای دشمن بگذاریم، اگرچه دشمن داریم. بنابراین داشتن دشمنان بهانه نباید باشه به دست کسانی که نتونستن مدیریت سالمی بکنن کشور ما را یا هر کشوری رو، فرق میکنه. وزیر سالم بیاری سر کار، وزیر کاردانه میهن دوست بیاری سر کار، اون وقت هر چه من قصد بعدش حاصل شد میشه یه قسمتشو به دشمنان نسبت داد.
اما نمیشه من هر چه خیش و قوم دارم و دوست دارم و نزدیک دارم بیارم سر کار، نه کاردانند و نه میهن دوستند و هیچ عرق دینی هم ندارند و فقط تب و تاب حفظ پست و مقام خودشون دارن، بعد که همه فساد بر روی فساد میغلطد و همه کارها شیرازش از هم میگسله، بگیم مرگ بر آمریکا. کدوم آمریکا؟ کدوم اسرائیل؟ و سوء استفاده سومی که از دشمن میشود کرد اینه که خودمونو به وسیله دشمن تقدیس کنیم، مقدس جلوه بدیم. اینم یک نکته بسیار مهمیه. ببینید، اگر به مردم ما گفته بشود که آمریکا خوب است یا بد، حالا من به ابهام مفهومی کلمه خوب و بدم کار ندارم، ولی به هر حال از مردم کوچه و بازار بپرسید آمریکا خوبه یا بد، میگن بد. اسرائیل خوبه یا بد، میگن بد. بعد بگیم خب قبول کردید که آمریکا و اسرائیل بدن؟ میگن که بله. میگن و قبول دارید که با ما دشمنن؟ میگن بله. میگن خب پس ما خوبی. این مطلب مغالطه است. آمریکا بد است روی چشم من، با منم مخالف است، اینم قبول دارم، اما از این بر نمیاد پس من خوبم. چرا؟ چون ممکنه آمریکای بد با یه بدی مثل خودش هم بد باشه. توجه میکنید؟ مثال بر شما بزنم، معاویه ابن ابی سفیان خوب یا بد؟ هممون میگیم بد. هیچ مورخی نگفته معاویه ابن ابی سفیان خوب بوده، بد بود. اما آیا هر که با معاویه مخالف بود خودش خوب بود؟ اینم میشه نتیجه گرفت؟ نه دیگه. علی ابن ابی طالب با معاویه بد بود، خودش هم خوب بود، ولی از این دیگه نمیشه نتیجه گرفت هر که با معاویه بد از خودش خوبه. شاید سر پست و مقام با معاویه دعوا داره. پس میشود معاویه بد باشه، مخالف معاویه هم بد باشه. از این که معاویه بده نمیشه نتیجه گرفت پس هر که با معاویه بد از خودش خوبه. ممکنه خودش از معاویه هم بدتر باشه. من مثال از وضع خودمون بزنم. در تا در 15 سال پیش که کشوری به نام شوروی وجود داشت، من از شما میپرسم آمریکا بده یا خوبه؟ میگید بد. خب همین آمریکای بد با شوروی خوب بود یا بد بود؟ بد بود. ولی از این میشه نتیجه گرفت که شوروی خوبه؟ نه. دو بد هم میتونن با هم نزاع داشته باشن. دو خوب است که با هم نزاع نمی کنن، ولی دو تا بد میتونن با هم دعوا کنن. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. ممکنه دو تا گرگ و سگ هم باشن با هم بد باشن، از این که این گرگه نمیشه نتیجه گرفت پس اون خوبه. نه، اونم یه سگه بدتر از اون.